خوبی ها یا مثلا فایده های روزو دیگر کدام فایده ها را دارد؟ میگا ورس ورکس این نتورک کار میکنه در یک شبکه یا در یک شبکه. موضوع از این چی است؟ من باتون گفتم که امی زمینی را که کمپانی جیمیل یا یاهو برای ما شما مهیا ساخته، اونا میل سرور ها و یا اکسل سرور ها داره، تا اینکه ما میتونیم از صفحه وب پیج جیمیل بریم، لاگین شویم، اکاونت ما شما جور کنیم، لاگین شویم، یک ایمیل سندریس کنیم. یک کمپانی شخصی خودش ما میتونه که اینمی امکانات فراهم کنه. داخل شبکه یک شبکه داره به طور مثال، ولو که هر قدر برانچ داشته باشه، نمایندگی داشته باشه، فرق نمیکنه. به طور مثال چند پایه از کامپیوترهایی که حالا براتون یک مثال بسیار کوچک میدم که این مسئله رو بفهمید که کار میکنن در نتورک. یعنی منظورش چی است؟ ببینید چندین پایه کامپیوتر ما و شما داریم و این کمپانی از لحاظ سکیوریتی و امنیت زیاد کوشش میکنه که ایمیلایش داخل خود شبکه باشه و نمیخواد که در اینترنت بخدر سند و ریسیو داشته باشه و یا نمیخواد که از اکانت های جیمیل و یاهو میل استفاده کنه، چون یک دومین کاملا علیحدہ داره. دومینش هم میتونه به نام toptech.com باشه، یعنی مثلا دومینش هم به نام toptech.com است و به هر نام دیگه کس فرق نمیکنه، toptech.com این دومین نیمشان است و هر کارمندی که روز اول در اینجا میره برای اونا تبان که یک دانه یوزر جور میکنن، این نفر وقتی که روز اول کامل بود در دومینشان یک دانه یوزر به نام ای مثلا برای این نفر ساختن، این نفره که در دفتر آمده برای این هم یک دانه اکاونت در دومینشان به نام بی ساختن، ولو که هرچی باشه به طور مثال به نام سی ساختن. همین شکل چندین نفر مثلا از همکارای شما یا کارمندای شما که در این دفتر میاین، اول اونا برگونو یوزر یا اکاونت جور میشن تا اینا بتانن چی کرده بتانن، مثلا لاگین شده بتانن. خب ما به این خاطر ما میریم یک بار ریکارد میبینیم که آیا ریکارد ما هست و یا نیست. بله ریکارد ما دالت ریکارد است، بدل از اینکه ما به خاطر از این گفتم باشه چی کنیم دوستا که این کار ما استاپ باشه. خب دوستا این نفر ها روز اول وقتی به دفتر آمدن هر یک از اینا بر از اینا یوزر جور شده، چون دومین شخصی داره اینا بر خودشان مثلا بر از اینا برای هر کدومشون در دومین شخصیشون یوزر یا اکام جور بدن. حال اینا میخواین که فقط یک شبکه دارن. این طبعا معلوم دار است که کامپیوترها بین یک دیگه وصل هستن و کنکتیویتی بینشون وجود دارن. اینترنت یعنی نیاز نیست، اینترنت ما نداریم، کنکتیویتی کنکشن بین از جای ایجاد شده، آی پی داده شده و کامپیوترها هر کلاینت که در اینجا وجود داره، هر مامورینی که از این استفاده میکنن میتونن این کامپیوتر با این پینگ کنن و این را میتونن با این و این با این و این با این و همچنان همیشه که با یکی دیگه در کل اینا کامیکیشن کردن یا ارتباط گرفتن میتونن. در اینجا این کمپانی از لحاظ سیکیوریتی فکر میکنه که در داخل شبکه من دارم اینجا کارمندایی هست که کار میکنن، نشه که ایمیلایشون از طریق یعنی ما انترنت به داخل شبکه بگیریم و از طریق انترنت یعنی از طریق جیمیل ایمیلای خود را چی کنن؟ سند و ریسیو کنن، نشه که کدوم روز این مشکل پیدا کنن. خب زمان گیره شما خوبتر میپاین وقتی که یک فایل در اینترنت میره او از لحاظ سیکیوریتی امنیت یعنی امنیت نمیداشته باشه بکنه. چیزی که شامله یعنی از طریق اینترنت ارسال میشه طبعا او مشکلات خود را میداشته باشه، اینه شما بکتر میکنه. اما این کمپانی از این خاطر چی میکنه؟ یک دانه اکسچنج سرور به خاطر تبادله یا به خاطر خدمات ایمیلینگ ایجاد میکنه، یا اکسچنج سرور و یا میل سرور فرق نمیکنه. این وقتی که ایمیل مثلا اکسچنج سرور آماده ساخت داخل دفتر شامل ازمی شبکه ایده ساخت، یعنی یا میل سرور یا اکسچنج سرور به خاطر تبادله ایمیل ها ای فراهم ساخت، حال میتونه که در هر کلاینت اوتلوک به خاطر اوتلوک هم موجود بازم برتانویم که ایمیل کلاینت می
ما دو تا در هر یک از نمی کامترها مشاهده میکنیم انستال میکنیم دری هم و دری هم و دری هم و دری هم. پس اینا میتونن از طریق اکانت شخصی خود که میتونه به نام مثلا a@toptech.com باشد، toptech.com دومین ما به نام toptech.com است، میتونه به نام a@toptech.com باشد به طور مثال، b@toptech.com یا c@toptech.com باشد. پس اکشن سرور ببینیم اینمی مزایایی که کمپانی جیمیل به ما فراهم میکنه یاهو، ما خود ما تانستیم داخل یک شبکه چی کنیم ایجاد کنیم. پس این میتونه که در داخل شبکه هم کار کنه، یعنی بدون انترنت، یعنی فقط کنکتیویتی وجود داشته باشه، در کلاینت ها اوتلوک اینستال کنیم، ایمیل شخصی یعنی ایمیل هایی که شما اصلا وجود دارن اینها رو در همین دومین شخصی که یک کمپانی داره در اینجا بسازید، اکچین سرور رو آماده کنید، در داخل شبکه خود خدمات شما فراهم کنید، بعد از اون میتونیم که سند ریسیو ایمیل ها چی کنیم آغاز بکنیم. این خوبی دیگه و دیگه میگه میتونیم کمپوز ایمیل ویدئو در اینترنت و نتورک کنکشن، حتی اینترنت وجود نداشته باشه شبکه، یعنی ما که پیشتر یک شبکه اینجا را یک مثال دادیم، یک سناریو داشتیم، گفتیم یک کنکتیویتی، یعنی میتونه کنکتیویتی ما شما در کل بین کمپیوترها قطع شد. سر از این که هم که ما اینترنت نداریم، کنکشن بین کمپیوترها وجود نداره، فعلا فکر کنیم کنکشن ما داون شده، اینترنت داشتیم اینترنت ما داون است، هر مورد دیگه ای که هست فعلا یک کامپیوتر ما کلاینت ما پیشتری ما ما روشن میکنیم. در این صورت هم شما میتونید یک ایمیل درافت کنید، یعنی با چی مانو؟ یک ایمیل تو مثلا کمپوز، حتما دیدین آپشن کمپوز در مثلا در جیمیل، وقتی که یک ایمیل به یک نفر نوشتن میکنید ایره چی میکنید؟ باید بالای بتن کمپوز کلک کنید، کلک میکنید بالای کمپوز، در اوتلوک مثلا کمپوز ایمیل به نام نیو ایمیل است، شما کلک میکنید، در کل برای یک نفره که ایمیل درافت میکنید، یعنی نوشته میکنید. در اینجا اگر شما از جیمیل کار بگیریم این را خوبتر میفهمید، تا اینکه انترنت مثلا اگر جیمیل با شما داشته باشیم باید انترنت داشته باشیم که به صفحه و پیج ازی بریم، تا ما اول صفحه جیمیل را باز کنیم، باز بعد از او انترنت باشه که ما اکانت خود را لاگین شویم، یا همی شکل یاهو ما باید به صفحه یاهو میل بریم، بعد از او اکانت در یاهو داشته باشیم ما یاهو را لاگین کنیم، یعنی در کل انترنت نیاز است. اما در اوتلوک این مشکل وجود نداره، اگر شما یا اکانتتان گفتیم از جیمیل باشه یا یاهو باشه و یا هم در یکی از دفترهای شخصی کار میکنین که اونجا اونا دومین شخصی دارن و شما یک اکانت جور میکنین، شما در کل میارین اینه کانفیگریشن میکنین امرای اوتلوک، در اینجا اگر کنکشن قطع شود و یا اینترنت ما داون شود هیچ مشکل نداره دوستای عزیز، شما میتونین که در اوتلوک مثل از که برنامه ورده میدین باز میکنین، اوتلوک شما باز بکنین، برین ایمیل تانو نوشته بکنین، وقتی که سیوش میکنین در حالت درافت باقی میمونه، هر وقتی که دوباره کنکشن تان جور شد و انترنت و یا انترنت تان آمد به داخل شبکه، باز شما میتونین در اون صورت دوباره شما چی کنین؟ ایمیل خود را ارسال کنین، یعنی به ایمانا زمانی که در شبکه، یعنی در شبکه ما شما کنکشن داون باشه، انترنت ما داون باشه، ما میتونیم در کلاینت خود لاگین شویم، در کامپیوتر خود لاگین شویم، اوتلوک رو باز کنیم، ایمیل خود را جور کنیم، کلندر بسازیم، بعد یا به طور مثال هر کارهای دیگه کنیم آماده کنیم، زمانی که کنکشن ما جور شد باز باز چی کنیم روان کنیم. یک موضوع خب خوبیای اوتلوک در کل زیاد است دوستان، یکی از خوبیای دیگه شما براتون بگم این است که read emails without internet and network connection، میگه شما میتونید ایمیل هایتان رو بخونین بدون از اینکه انترنت تان فعلا باشه و یا نتورک تان باشه، شما بازم براتون میگم انترنت قطع شد داون شد، نتورک کانکشن قطع شد، کانکتیویتی بین کمپیوترها از بین رفت،
کامپیوتر شخصی پیش خودت است، کلاینت هستی. میتونی اوتلوک باز کنی دوستان، چیزی که ایمیل های آمده بود. البته منظورم از اولد ایمیل هاست، ایمیل هایی که گذشته. اینمی ایمیل ها را شما در کل میتونید باز کنید، مطالعه کنید، بخوانید، هیچ مشکل شما ندارید. و یا یک تسک منجمنت بود، مثلا شما ساخته بودید برای همکارایتان یا به کارمندا، شما میتونید بالای از اونا کار کنید. یا اگر مثلا قبلا ساخته میتونید مطالعه کنید، در کل شما میتونید همه کار کنید. فقط ایمیل هایی که جدید میخواید براتان بیاید اونا بر شما نمیره. ایمیل های سابقه یعنی اولد ایمیل ها را شما در کل میتونید به اونا دسترسی داشته باشید، اونا را مطالعه کنید، بخونید بدون درد. هر وقتی که کنکشن جور شود به امکان، ارتباطات دوباره جور شود، کنکتیویتی جور شود و همچنان انترنت اکسسش جور شود، میتونید دسترسی به انترنت داشته باشید. وقتی انترنت آن داون بود دوباره اپ شد، با شما میتونید دوستای عزیز که ایمیل های جدید باز دوباره که برای شما یعنی این دولت پندنگ بودن، یعنی در راه بودن، اونا توان که کنکشن نباشن، توان نباشن و شما نمیه، شما ایمیل های سابقه را لیک کرده میتونید، خوانده میتونید. اما وقتی کنکشن جور شد و انترنت جور شد، پس دوباره اونا مو ایمیل های سابقه باشن، ایمیل های جدید اوتومات برتان چی میشن؟ بر شما دوباره میگه.